همراهان گرامی کیوسک درود و شب بخیر به شما عزیزان از اینکه شنونده این بخش خبری ما هستید از شما سپاس گذاریم. عناوین خبرها حمله جنگنده های اسرائیلی به پالایشگاه آبادان دست رد پوتین به خامنه ای روسیه از ایران خواسته تا پایگاههایش در سوریه را ترک کند و پیشنهاد بسیار مفتزهانه و زشت صدا و سیما به مردم حشرات جایگزین پروتئین لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم روابط عمومی پالایشگاه آبادان وقوع انفجار شدید در این مجتمع را به شکل رسمی تایید کرد. شامگاه پنجشنبه شنبه ده شهریور صدای مهیب انفجاری در تاسیسات پالایشگاه آبادان در بخش‌های وسیعی از این شهر شنیده شد. شاهدان عینی گفتند صدای انفجار تا کیلومترها دورتر هم شنیده شده است. این شاهدان افزودند که پیش از شنیده شدن صدای این انفجارها، سه جنگنده ناشناس را بر فراز از این پالایشگاه دیدند. شدت این انفجارها به حدی زیاد بوده که تا شهرهای اطراف هم لرزش ناشی از آن احساس شده است. با این حال روابط عمومی پالایشگاه آبادان ساعتی قبل با تایید وقوع انفجار شدید در این مجتمع ادعا می کند این حادثه خسارتی به دنبال نداشته است و اعلام کرده این انفجار در حین راه اندازی یکی از کوره های گوگرد سازی فاز سه پالایشگاه رخ داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا صبح جمعه به نقل از منابع آگاه تایید کرد که این انفجار شهر را لرزاند و علت آن منفجر شدن یکی از کوره های واحد گوگرد سازی فاز 3 پالایشگاه بوده است این منابع گفتند کوره گوگرد سازی در واحد اس آر فاز 3 که بعد از تعمیر اساسی دوره‌ای قرار بوده امشب وارد مدار شود در آزمایشات پیش از راه اندازی دوچاره انفجار شد بنابر این گزارش برگشت فرایندی در کوره ای که دوچاره حادثه شد با ایجاد صدایی مهیب در شهر آبادان همراه بوده است روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان ادعا کرده انفجار در کوره واحد گوگرد سازی تلفات جانی و خسارات مالی در پی نداشته سایت تجارت نیوز میگوید روابط عمومی پالایشگاه و منابع آگاه خبرگزاری دولت توضیح ندادهاند که چطور این انفجار مهیب خسارت و تلفاتی نداشته است پالایشگاه نفت آبادان قدیمی ترین و بزرگترین مجتمع پالایشی ایران به شمار می رود و حدود 110 سال پیش توسط شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان نخستین پالایشگاه خاور میانه تأسیس شد. این پالایشگاه در حال حاضر بیش از 20 درصد بنزین مصرفی ایران را تولید می کند. نفت سفید، گاز، انواع روغن و گوگردی که در برخی واحد های پتروشیمی مورد استفاده است از دیگر محصولات این مجتمع هستند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به انفجار شامگاه پنجشنبه میگوید چون این حوادثی در مجتمع های صنعتی ایران و در سالهای اخیر کم سابقه نبوده است بر این گزارش سال گذشته سلسله حوادث مشابهی در ایران رخ داده که یکی از آنها آتش سوزی گسترده در پالایشگاه نفت در جنوب تهران بود برخی کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول حادثه یا انفجار در شماری از تاسیسات صنعتی ایران معرفی می کنند و شمار دیگری معتقدند تحریم آمریکا به روزسازی تجهیزات این واحدها را با مشکل روبرو کرده و فرسودگی قطعات در افزایش وقوع حوادث نقش دارد. پاییز سال پیش اغلب پمپ بنزین های سرسر ایران از کار افتاده و مسئولان جمهوری اسلامی حمله های سایبری آمریکا و اسرائیل را عامل این اختلال معرفی کردند. شبکه خبری العربیه رسانه وابسته به عربستان سعودی میگوید آتش سوزی در پالایشگاه‌های تهران، صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان و کارخانه تولید پهباد حساب در اصفهان از عمده ترین حوادث ماه های گذشته بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین بعد از انفجار در کارخانه ی تولید پهپاد حسا در شاهین شهر اصفهان گزارش داده بود این حادثه با تهدیدهای اخیر اسرائیل بی ارتباط نیست. به نوشته انفجار در کارخانه ی حسا چند روز بعد از آن رخ داد که اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرد هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار اسلامگرایان افراطی حماس در باریکه غزه قرار به تازگی رسانه های اسرائیلی به نقل از یوسی کوهن رئیس پیشین موساد گزارش دادند این سازمان عملیات بیشماری در قلب ایران انجام داده و میدهد هدف اکثر این عملیات تاسیسات هستی جمهوری اسلامی و عوامل دخیل و تعیین کننده در این برنامه ها و تولید موشک بوده است. اسرائیل جمهوری اسلامی را به تامین مالی و تسلیحاتی گروه های نیابتی از جمله در لبنان، سوریه و باریکه غزه متهم می کند. دست رد پوتین به خامنه ای روسیه از ایران خواسته تا پایگاههایش در سوریه را ترک کند بر اساس یک گزارش با افزایش آشکار حملات هوایی منتصب به اسرائیل در هفته های اخیر روسیه از ایران و شبه خواسته است از مواضع خود در مناطقی از سوریه عقب نشینی کنند روزنامه الشرق چاپ لندن و متعلق به عربستان سعودی به نقل از منابعش در حکومت سوریه میگوید روسیه از ایران خواسته مراکز نظامی و همچنین پایگاه های خود در مرکز و غرب سوریه را ترک کنند. هنوز ایران و روسیه واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دلیل این درخواست دولت روسیه جلوگیری از هدف قرار دادن این نیروها توسط اسرائیل خوانده شده که در روزهای اخیر افزایش یافته است. اسرائیل در سالهای اخیر صدها عملیات علیه مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه انجام داده است. الشرق به این روزنامه به نقل از مقام سوریه اعلام کرد که مقامات نظامی روسی در دیدار چهارشنبه در فرودگاه نظامی هما در مرکز سوریه از همتایان ایرانی خود خواستند چند پایگاه در سوریه را ترک کنند یک منبع به این روزنامه گفت نظامیان روس در دیدار با طرف ایرانی بر لزوم تخلیه مقر نظامی ایران در نزدیکی محل هنگ 49 متعلق به نیروهای حکومت سوریه تاکید کردند این منبع افزود نظامیان روس همچنین از ایران خواستند که دومین سایت نظامی در منطقه حمیدیه در جنوب استان ترتوس در سواحل سوریه را تخلیه کنند این منبع تایید کرد دستور تخلیه مکانهای نظامی به این منظور صادر شد تا شپ نظامیان ایرانی از حملات هوایی اسرائیل اجتناب کنند پیشنهاد بسیار زشت و مفتزهانه صدا و سیما به مردم حشرات جای پروتئین خبرگزاری صدا و سیما که این روزها مدیر مشخصی ندارد به مردم پیشنهاد داد برای تامین پروتئین سراغ حشرات بروند عکس انتخاب شده هم قابل توجه است خبرگزاری صدا و سیمای رژیم در سایت رسمی خود یک خبر با تیتر حشرات خوراکی جایگزینی سالم برای منابع پروتئینی منتشر کرد که انتقاد کاربران فضای مجازی را در پی داشته است به دنبال انتقاد کاربران اکنون صدا و سیما خبر را از سایت خود حذف کرده است یک کانال خبری در تلگرام با انتشار این خبر نوشت آقای مدیر آقای مسئولی که این پیشنهاد را به مردم می دهی قبل از اینکه سراغ مردم بیایید سمت رسانت را به طرف آن مسئولانی که بالا نشستند و برای مردم نسخه می پیچند به چرخان. وقتی خودشان از این پیشنهاد استقبال کردند و هفته چند بعد خوراک حشر میل کردند بعد به پیروانشان توصیه کنند مردم از نداری ذره ذره آب می شوند بعد شما به جای آرامش دادن به جامعه آب در لانه مورچه می ریزید در همین حال علی نجفی توانا رئیس پیشین کانون وکلای تهران در یک مصاحبه به تندی از تورم افسار گسیخته و بیکفایتی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت با دستور که شکم سیر نمی شود فقر شکن کن نمی شود. مملکت به دلیل سیاست ارزی به فقر و فلاکت رسیده. برای حجاب می گوییم الگوی فرهنگی اسلامی خب یک نمونهاش را بگوییم که چیست؟ آیا اسلام فقط به یک تار مو بستگی دارد؟ اسلام به این فسادهای کلان ارتباط ندارد؟ این ظلم است که ما با مدیران فاسد برخورد نمی کنیم. آیا شما دیدید که آقازاده یک آقا را که مرتکب جرم شده باشد آفتابه بر گردنش بیندازند و در جامعه بگردانند؟ آیا مفسد اقتصادی را دیدید که از خود مدیران باشد و با او این کار را بکنند الان با بحران اعتماد عمومی مواجهیم آقایان قبل از اینکه حرفی بزنند و قول و شعار دهند مطالعه کنند عدم نظارت، ذهنیت گرایی، عدم شایسته سالاری باعث شد که بلای سر مملکت بیاد که به اندازه 5 تا جنگ جهانی هم اگر به ما اقتصاد ما ضرر وارد میشد، این گونه وارد نمیشد. این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته خبر افزایش مجدد قیمت مرغ و کاهش 20 درصدی مصرف آن منتشر شده بود. طبق آخرین خبرها قیمت مرغ در ایران به هر کیلو 65 هزار تومان افزایش یافت و این افزایش قیمت به کاهش 20 درصدی مصرف آن منجر شده است. دولت رئیسی اردی بهشت به امسال قیمت رسمی برخی اقلام خوراکی از جمله مرغ را به شدت افزایش داد اما قیمت ها کماکان روند سعودی دارد. این روند سعودی با ادعای رئیسی مبنی بر کاهش نرخ تورم شدت گرفت و بعد از آنکه ابراهیم رئیسی هفته گذشته از کاهش 20 درصدی نرخ تورم نسبت به شهریور 1400 خبر داد، چند ساعت بعد رسانه های مختلف بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار از افزایش 8 درصدی تورم نسبت به شهریور 1400 خبر دادند.